برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در شامگاه روز دوشنبه 21 رمضان العظیم 1445 قمری برابر با 13 فروردین 1403 شمسی، مراسم سوگواری شام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی و جمعی از عزاداران علوی و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار گردید. سخنرانان این مراسم حجت الاسلام خانی از مظلومیت و قربت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام سخن گفت و در خاتمه برای ظهور امام زمان ارواح نافداه و نجات شیعیان مظلوم جهان دعا کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در واکنش به جانباختن 10 کودک در استان هرات و غزنی افغانستان در نتیجه انفجار مین‌های برجامانده از جنگ سال‌های پسین گفته که افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به سلاح است. یونیسف روز دوشنبه 13 فروردین با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته است که کودکان بیشترین عواقب این موضوع را به دوش می‌کشند. این در حالی است که روز گذشته در نتیجه انفجار مین‌های برجامانده از جنگ سال‌های پیش در استان غزنی و هرات 10 کودک جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مین‌ها و مهمات برجامانده از دهه‌های جنگ هنوز هم از شهروندان افغانستان به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد.